تدابیر امنیتی برای برگزاری مراسم 101مین سالگرد استقلال افغانستان. این تدابیر اما نتوانست جلو اصابت 14 موشک به پایتخت را بگیرد. با تأسف که امروز از اثر پرتاب 14 فیر راکت در مناطق مسکونی که از سوی ترستان پرتاب شده بود، 10 تن از هموطنان ملکی ما در کابل مجروح شدند. یک عمل تروریستی است. ما در پیوند به این پرتاب راکت ها 2 تن مشکوک را بازداشت کردیم. تحقیقات از نزد این افراد جریان دارد. در زمان اصابت این موشک ها، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با پای منار استقلال در وزارت دفاع گل گذاشت. اما در بیرون محل برگزاری مراسم، جاده ها با پرچم های ملی آراسته شده و شماره از مردم هم برای بزرگداشت از جشن استقلال به جاده ها برآمدند. دلتن بیرغ اخیست نور اندیوالان سراغلیم چه یوشه به ساعت تیر کن اندی خوشحالی دی جشن مرد ده. احساس و خوشحالی طول دنیا لری چه سوک پاییگی وطن دست دل کخپل مور و پلار ونده. با این حال تعطیل عمومی به مناسبت استقلال برای شمار فرصت برگزاری مسابقه ورزشی را هم فراهم کرده است. دلو با سرب دازده برکه چول شویده چه داغا ورز دلتمون طول یوزه اول منزو او لبغاری مینوال ور تراشی او لبغاری دینز دین او گوری زنی ملگری زی سرکونو بانده اترونو بانده جشنونو بانده اخی موگ بس دا فیلده کرکت موگ اختل چه دلتا ملگری دوستان راشی او دا ورز پده تاور بانده اول منزو. فروشندگان پرچم ملی و نمادهای ملی هم از فروش امروزشون راضی به نظر می رسند. بسیار با امید خوب آمدیم. مردم افغانستان هر سال از جشن استقلال تجلیل می کنند. مردم بسیار خوش هستند. به سهار نه دی خواده شده نو دقل تدالا را بنده ده که دقلا را خلاص ای نو دیر بیرقون خرسیگی خود اقا یو ساعت نیم ساعت بده غسی و خدا در غرمه پوره شده من دیر بیرقون خرسو. شمار دیگر اما از نظر دیگری ناراضی هستند. اینو گفتن نمیتونن که کشور مستقل است چون فعلا زیر استثمار است. در روز استقلالش راکت ها فیر میشه، مردم به خاک خون کشیده میشه. چه قسم کشور استقلال گفته میشه که نه برق داره. 101 سال پس از استقلال افغانستان هنوز مردم درگیر جنگند و همه به دنبال آرامی.